خوب دقت کنید بچه ما اینجا گفتیم کلمه رایادرس حروف این کلمه رایادرس چند جایگشت داره که حروف یکسان کنار هم باشه خب ما دقت اگر دقت کنید سه تا حرف A داریم یک دو سه پس گفته حروف یکسان کنار هم باشه خب پس ما میم این سه تا حروف رو کنار هم میذاریم این سه تا حروف رو کنار هم میذاریم و در واقع طبق این نکته اونا رو یه دسته حساب میکنیم پس اینا یک دستن این حروف کنار هم یک دسته خب و سپس حرفای دیگر رو هم کنار هم قرار میدیم پس حرفایی که باقی مونده R Y D R و S هستن و در واقع اینا هم هر کدوم یک دسته هستن. خب دقت کنید و ما اینجا در واقع یک دسته اینجا داریم که این یک دسته یک حالت داره که این یک دسته جایگش این یک دسته یک فاکتوریله که گفتیم یک حالت جایگشون و یک حالته ولی این دسته را اگر دقت کنید این چند تا دسته در واقع اینها با همدیگه هر کدوم یک دو سه چهار پنج این به تنهایی پنج فاکتوریل بچه جایگش داره پس این به تنهایی پنج فاکتوریل جایگش یعنی به پنج فاکتوریل که در واقع برابر میشه با 120 حالت میتونیم اینا رو کنار هم قرار بدیم جایگشت این پنج حرف در واقع گفتیم جایگشت n شی متمایز برابر با n فاکتوریله خب 5 شی متمایز داریم چه 5 حرف متمایز جایگشتشون 5 فاکتوریله خب خوب دقت کنید بچه ها حالا ما میخوایم تعداد کل جایگشت رو بدونیم برای اینکه تعداد کل جایگشت رو بدونیم باید از اصل ضرب استفاده کنیم پس اینجا ما باید از اصل ضرب استفاده کنیم اصل ضرب در واقع این رو یک دسته میگیره این رو هم یک دسته بنابراین این یک دسته در واقع یک فاکتوریل داره بنابراین این برابر میشه با یک فاکتوریل ضرب داره 5 فاکتوریل دقت کنید بچه اگر این دسته به تنهایی دو فاکتوریل داشت میشد دو فاکتوری دا پنج فاکتوریل ضرب در 5 فاکتوریل طبق اصل ضرب این برابر خواهد شد با پنج فاکتوریل که برابر با 120 حالته پس این جایگشت گشت ما 120 حالت خواهد داشت پس جایگشت گفته چند تا جایگشت گشت داره 120 جای گشت که حروف یکسانمون کنار هم باشن